آقا رضا خیلی مخلصی ما. خیلی افتخار دادید. افتخار شما هستی. عزیز دلمی. ما خدا رو شکر میکنیم که یه موسفید اساسی بزرگتره آقایی مثل شما رو امروز میزبانشون هستیم. ممنونم که دعوت ما رو خیلی ممنونه. البته دعوت ما رو که میگم حالا قصه داره براتون تعریف. تشکر. از خاطر ممنونم که اومدید. محبت کردید. آقا رضا این روزا شما کجا زندگی میکنی؟ الان فری. الان کجا زندگی میکنی شما؟ الان تو سالمندان کش. آها. توی آسایشگاه سالمندان زندگی. بله. چند ساله که اونجا زندگی میکنی شما؟ من 2 ساله. 2 ساله. بله. یعنی قبل از این 2 سال کجا بودی؟ قبل از این 2 سال زاهی بودم. سالی بود. زراحت میکردم. و چی شد که اومدی آسایشگاه سالمندان؟ والا خانم یه فوت کرد. خدا رحمت کن. من اصلا فلج شدم. هر کاری کردن دکترم من دکتر دیگه دوایی نره من بخوره. یعنی اینقدر خانم تو دوست داشتی؟ آره. آخه خدا رحمتش کنه. خدا رحمتش کنه. خب؟ خلاصه یه مدت مونی دیدن نشد بچه هم برای آبوزن سالمندان. یعنی بچه ها گفتم ببینیم بذاریم سالمندان؟ آره. اه؟ شما قبول کردی؟ دیگه چیکار کنم رایی نداشت واقعا. آخه چرا مگه شما آزاری داشته واسه کسی؟ والا من هیچ کاری نکردم و هیچ رایی نداشتم چون 4 تا پسر بود. این 4 تا پسر رای دادن که من بیرم به سالمندان. و شما رو هم آوردن تو سالمندان گذاشتن اصلا خدا حافظه؟ من آوردن تو سالمندان گذاشتن رفتن یه معنی اومدن بعد از یه ما یکی بیان کردن هر موقع اومدن یه ماهی دو ماهی. ولی شما هیچ خبری نداری ازشون؟ نه 2 سال 3 سال بعد الانم من هم برده دو مرتبه اینجا سالمندان. اونجا رو دوست داریم؟ کی را؟ سالمندان رو دوست داریم؟ میگه کیو؟ قربونت برم من راجع به کیو الان صحبت میکنم. چه دوست دارم؟ برای اینکه خود سالمندان رو دوست داری آسایشگاه رو؟ بله. برای اینکه چرا؟ برای اینکه من هر فکری بکنم هیچ رایی برای من باز نیست غیر سالمندان. الهی دورت بگردم شما رو بزنه رو سرشون. شما خیلی شما برکتی. نه بچه بابا هم نهی میکنه نه مادر هم نهی میکنه نه خانم هم نهی میکنه هیچ که هم نهی نمیکنه غیر از این که فقط ما آوردن توی سالمندان نگرد. چند تا نوه داری آقا رضا؟ نوه ده 15 میشه. یعنی الان این 15 تا نوه رو 2 ساله ندیدی هیچ کدومو؟ نه نه شوه اونم ببینم به درد نمیخوره. چی به درد نمیخوره؟ به درد نمیخوره برای اینکه بچه حتی اون که بزرگ الان 17 ساله من ببینم اصلا بر رو بار بگرده. شاید خیلی گرفتارن. حالا نمیدونم مثلا گرفتاری که توجیه نیست. گرفتاری که قانع نمیکنه. میگم شما چون پدری بعضی موقع خودتو اینجوری آروم نکردی که شاید بچه هم خیلی گرفتارن سرشون شلوغه؟ نه خیلی هم آم باید افتار کردم خیلی هم بقولی رو قربونه اون نشستنه تو چقدر شیک شما نشستی بایی بفرمی خلاصه خیلی هم باید هم آرام صحبت کردیم دلیل آوردیم دیگه نه خیر هیچ گونه تو جا تو آن عوض میکنی؟ جا تو آن عوض کن هیچ گونه دلیلی نداره. خب من یه ماجرایی رو میخوام بگم. بله. چون بچه ها با ما خبر دادن که شما بله چون سالها هم از خانمتون از دنیا رفتن و اینا گویا تو آسایشگاه از یه خانم دیگه خوشتون اومده قصد ازدواج دارین درسته؟ بله. بله. بعد ما امروز چون میلاده تولد امام حسن هم بود و اینا بعد بچه ها اسخر و باباش و رفقا ما خبر دادن.
بله. که شما دوست دارین اتفاق بیفته. بعد ما فکر کردیم که اگه مثلا تو بهرهای ما اتفاق بیفته خیلی خوبه. به نظرت اگه ما مثلا دعوتش کنیم بیاد و اینا بله میگه به شما؟ بله. مطمئن یعنی؟ بله. یعنی شما رو پسندیده؟ کی؟ خانوم رو میگم دیگه. آره دیگه. ما نه میگم که آقا رضا زایه نشیم اگه اومد. نه بابا جونم اگه گفت نه ناراحت میشی؟ نه. اگه گفت نه اصلا مهم نیست واسات؟ چه مهم ولی اگه گفت نه ناراحت نشو خیلی به خاطر من. خب ولی من همه تلاشم میکنم مثل پسر شما نوه شما که بله رو بگیرم. چشم. یه مراسم رو میندازیم و اینا. من تو عروسی هم خودم برگزار میکنم. پاتختی رو نمیتونم بیام چون زنه هست. قربونشم. بچه‌ها خانم شما میتونم خواهش کنم کمکشون کنی؟ مادرمون هم بیان؟ بعد تو چقدر وقت داریم کلا؟ 5 دقیقه وقت داریم؟ آخه من چجوری 5 دقیقه بله بگیرم؟ نشستی رو صندلی ما و صفا دیگه جونم ما اونجا که با هم صحبت میکردیم زمانه بیشتر بود 4-5 سال بود مثلا که خانمالشون دو بود مادرم خیلی خوش اومدید. یه ذره مراقبه اینجا باشید. مواظب باشید. اصغر جان بشین سر جا خود. میشینی عادت میکنه به این صندلی. بشین. مادرم اینجا. مادرم حالتون خوبه؟ بد نیست. خیلی خوش اومدید. سلامت خیلی محبت کردید. سلامت باشید. خیلی افتخار دادید. سلامت باشید. البته ما یه شیطنتی کردیم و اون همینه که جدا از مهمونامون دعوت کردیم که تشریف بولن آقا رضا که اصغر و دوستان خیلی به زحمت افتادن اینجا. مادرم شما چند سال تو آسایشگاه زندگی میکنی؟ 5 ساله. شما چرا اونجایین؟ فامیل انداخت آسایشگاه. یعنی بچه ها چی؟ بچه ها کجا؟ بچه نداره. آه بچه ندارین شما؟ نه بابا. هیچ وقت بچه نداشتی؟ بچه نداره. خیلی شما من یه ذره ترسیدم مامان عصبانیه من نمیدونم که میتونم ببخشید من اینجوری اینا صندلی رو بذارم جلو تا بلش کن نور اینا بذارید من یه ذره راحت بشینم میتونم این کارو میتونم بکنم عرض کنم که شما چرا انقدر من اخ میکردیم مامان من ترسیدم خب حداقل بخم از ذره خیالم راحت شه قربونت برم شما 5 سال اومدی آسایشگاه 5 سال اومدم آسایشگاه آسایشگاه رو دوست دارین نه بله دوست نداری؟ دوست میخوام. خب یه اختلاف نظر پیشون. آقا رضا دوست داره مادر دوست نداره. عرض کنم نمیخوام. شب خوش میذارن روز خود قدش به درد نمیخوام. آقا رضا من فکر کنم که تو زندگی ماشا دو چهار مشکل شیا قر میزنه به جونت مامان. قدش به درد. خیلی خوب. الان شما آرزو چیه مادرم؟ شام نشم بخونم. مادر ماشا چه درد میخوای؟ خب من سوالی دارم الان خواهد شما سوالی بپرسم شما میتونی بگی آره میتونی بگی نه ما امروز چون تولد امام حسن بوده دوست داشتیم که یه آرزو یه پدرمونو که تنها گذاشتنش تو آسایشگاه بچه‌هاش رفتن برآورده کنیم خود بیام با اجازه خودش حالا میخوام از شما سوال بکنم که اگر آقا رضا رو میشناسین تو آسایشگاه دیدین آقا رضا رو دیدی؟ تازه اومده آره حواسم بهش بوده ها نه این تازه اومده اگر آقا رضا من جای پسر شما خب جای بچه شما اگه آقا رضا بخواد شما خواستگاری کنه شما جوابتون چیه میگم بیچو بابا هیچ که ندارم علی تبا هیچ که من میگم نمیگه دوره بگم شما عزیزی شما تاج سر ماهایی شما تاج سر ماهی این شما بله میگی بهشون بله فکراتو کردی جون من ما خیالمون راحت باشه راحت. جون احسان داره شما جواب میدی یا این رو حساب کرده روشا ما خیالمون راحت راحتی آقا ما بله رو خیلی راحت هم گرفتیم دست گله کو بیا اینجا ببینم آقا رضا مشتلق قد به من بدی یا مادرم چون بعدش ما انشاءالله باید فردا و اینا حالا ما در این دست گل مال شما شما یه چیز یاد باشه ها با. اگه بهت اخم کردن اگه تنها گذاشته کسی شما رو ما آدم توی مملکت داریم دلاشون انقدر بزرگه با. که امکان نداره شما رو یادشون بره دورت بگردن ناراحت نباشی یه وقتا اخم شما ناراحتی شما دنیا رو خراب میکنه برای شما تصمیمتون اجازه بدید من میخوام نکته مهمه پس برای حرف حدیث در میارم میگن زورکی بوده تو تعارف رو درواسی آقا رضا شما نگاه کن نگاه
بله رو گفتی شما؟ تموم؟ آقا رضا؟ بله. کوچیک شمایی؟ بله. خدا رو شکر، خدا رو شکر. خیلی خب، من از شما ممنونم. منتها دیگه حالا من قول میدم و قولم دادم اگه خواستین مراسمی برگزار بکنی تو آسایشگاه، من و همه بچهای معسل میایم مراسممون یاد بشه اسقرا به بچه‌هام بگو رفقایی که بهشونم زحمت دادیم برای اتفاق، عروسی رو خودمون براتون برگزار میکنیم. خودم عروسی براتون اجرا میکنم، گفتم منهای پایتختی که دیگه عروس خانم و فک و فامیل خودشون دیگه انشاءالله. خیلی ممنون از شما، خیلی لطف کردین، خیلی محبت کردین اومدین. شما نظرتون چیه راستی مراسمی که حضور داشتید الان درش؟ خیلی خوشحالم، خیلی بهشون تبریک عرض میکنم، امیدوارم که سالهای سال در کنار هم زندگی کنید و ما هم از شما الگو بگیریم. چون سالم باید اینجا کار کنید. انشالله انشالله. آقا رضا شما حرفی نداری؟ نه سلام علیکم. من رو گرفتی؟ من سلام علیکم. من دیگه صحبت مهری اینا رو نکردم حقیقتش، نگران بودم که آره دیگه بالا باشه اینا، ولی بله رو ما گرفتیم. شما خیالت راحت. الهی که به حق امروز، به حق امام حسن مجتبی که میگن امیرالمومنین و حضرت رسول جنگ بعد بودن، حضرت زهرا تنها بود که امام حسن به دنیا اومد. بله. و به دنیا اومد که حضرت زهرا از تنهایی در اومد. در همین یه شأنی داره امام حسن مجتبی و حضرت زهرایی که برام هم خیلی همه حساسی بوش، خود از نظر خیلی حساسه به امام حسن مجتبی مظلومیتش. دوست دارم که آرزو بکنم تو این ثانیه ها، تو این روز قشنگ، که اون 15 تا نوه بیان صف بکشن برای بوسیدن پیشونیت، برای دیدن روی ماهه. بچه ها میشالله بیان، بلکه به خاطر اتفاقا این ماجرا رقم بخور و ما کلی زخ کنیم. من خیلی از شما ممنونم، ببخشید همه چی رو امروز به هم، ولی امیدوارم که روزای خوبی داشته باشی. از فرجون ممنونم. بفهمید شما، بفهمید من خداحافظی. بفهمید بفهمید. خواهش میکنم، خواهش میکنم، خواهش میکنم. آوارزه خواهش میکنم. خواهش میکنم. قربونت برم. من یه ماچ دیگه از طرف نواب بکنم. قربونت برم. خیلی افتخار دادی اومدی. فدات شم. خدا رو شکر که اون چیزی که شما خواستید و بچه‌ها گفتیم ما تونستیم کاری بکنیم. ان شاءالله بشه. ممنونم از همگی. یک نکته بگم و تمام. روی نگین انگشتری امام حسن مجتبی علیه السلام حک شده بود حسبی الله، خدا برای من کافی است. خیلی جمله بزرگیه، شاید اندازه دهن من و امثال من نباشه و شاید کسایی باشن در سرزمین ما که اینجوری زندگی میکنن، یعنی خدا براشون بسه، اینقدر توکل دارن، اینقدر محکم و راسخن که هر چیزی رو میخوان مثل قصه‌ای که ما دیدیم از اون میخوان و محقق میشه. خوش به سعادتشون، خوش به حالشون. خدا شکر بابت امروز. ماهتون هستم.